محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو همراه ما شدن. آقای امیری مقدم، سوال اساسی این هستش که اصلا این مکانیزم مشترک چطور ساز و کارش چطوره و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ درود بر شما. ببین، قبل از هر چیز بگم که من در واقع در مورد این نامه و تنظیم کنندگان و در واقع امضا کنندگانش چیز خاصی نمیدونم، چون فکر میکنم بیشتر افراد بین‌المللی هستند. ولی به طور کلی مکانیزم هایی که کشورهای مختلف، یعنی جدا از اون مکانیزمی که شورای حقوق بشر سازمان ملل برپا کرده اخیراً، اینا میتونن در واقع کارهای تنبیهی بکنند. برای مثال به عنوان یک واکنش به هر اعدام یک معترض، تحریم هایی علیه نهادهای سرکوبگر داشته باشه، مثل مثلا تحریم سپاه پاسداران به عنوان مهمترین نهاد سرکوب، تحریم بیت رهبری، بیت خامنه‌ای و نهادهای مرتبط به اون. این یک طرفه، و همونطور که شما هم در گزارشتون گفتیم، مثل اینکه یکی از خواستاشون هم در واقع پایین بردن سطح دیپلماتیک هست. خب به طور کلی جمهوری اسلامی براش فشار بین‌المللی مهمه، هرچند که از یک طرف میخواد اعدام کنه معترضان رو که مردم رو بترسونه و از اعتراضات بیشتر جلوگیری کنه، ولی اگر هزینه سیاسی این اعدام ها بالا بره، اون موقع مجبور میشن که به خاطر همون اصلی که بهش پایبند هستند، یعنی مصلحت نظام، در واقع شاید عقب نشینی کنند. و من فکر میکنم که تنها مکانیزمایی که دولت ها میتونن انجام بدن مکانیزم های تنبیهی است. آقای امیر مقدم، گزارش های اخیرا منتشر شده درباره تجاوز به زنان به ویژه در زندان های ایران که سازمان های مختلف بین المللی اونها رو منتشر کردن. فکر میکنید که واقعا واکنش جامعه جهانی به این گزارش ها چی میتونه باشه که تاثیرگذار باشه؟ ببینید، این هم در زمره جنایاتی است که جمهوری اسلامی داره انجام میده، هم شلیک مستقیم به طرف اعتراض کنندگان در خیابان ها، هم اعدام آنها، یعنی که قتل فراقانونی اسیران و تجاوز. اینا همه جنایات بین‌المللی هستند، مصداق جنایت علیه بشریت هست و میشه گفت که جدی ترین جنایاتی است که یک حکومت میتونه مرتکب شه و 100% در یک دادگاه، حالا وقتی که هیئت حقیقت یا تشکیل شد، بر اساس این مستندات افرادی که دخیل هستند حتما میتونن مورد محاکمه قرار بگیرن. محمود امیری مقدم، ممنون از حضورتون در این گفتگو.